خانم سیما از کندز. آیا اگر عروس خانه به خسر و خوشوی خود پدر و مادر بگوید اشکال دارد؟ نه اشکال نداره که عروس به مادر شوهرشان یا به پدر شوهرشان از باب احترام مادر بگه یا پدر بگه. خب با یک مادر گفتن یا پدر گفتن، خب خسور انسان، خسور مادر انسان برای انسان، مادر حقیقی و پدر حقیقی حساب نمیشه. یک نوع احترام هست که انسان با این القاب خطاب میکنه، یه اشکال نداره. خانم زهرا از مزار شریف: من مدت 2 سال است عملا از شوهرم جدا شدم، ولی او نه مرا میخواهد و نه حاضر به طلاق میشود. لطفا راه چاره چیست؟ شما میتوانید با مراجعه کردن به حاکم شرعی و یا یک از دفاتر مراجع بزرگوار تقلید مشکل خود را با اونها در میان بگذارین و مطرح بکنین، انشاءالله مشکل شما حل خواهد شد. خانم مهتاب رضایی از غزنی: اگر کسی با نامزدش که عقدشان خوانده نشده باشد صحبت و گفتگو کند چه حکمی دارد؟ در دوران نامزدی تا زمانی که عقد بین دختر و پسر خوانده نشده اونها به هم نامحرمند، دیگر نمیتواند که صحبت های تحریک آمیز، صحبت های شهوت انگیز بین خود داشته باشه، یا اینی که پیام های تحریک آمیز به همدیگر اسمس بکنه و بفرسته. به اندازه به حد صحبت های عادی که احوال پرسی بکنه از خودشان، از پدر و فامیل، به این اندازه برایشان جایز است. بالاتر از این اشکال داره، شرعاً باید او صحبت ها رو نکنه. علی از دایکندی: اگر خانمی در حال عادت ماهانه باشد، عقد نکاح یا خواندن طلاق او جایز است؟ خواندن عقد در حالت عادت ماهوار و یا حالت حیض اشکال ندارد، عقد صحیح واقع میشه. اما اجرای طلاق در حالت عادت ماهوار باطل هست و اگر طلاق خانم در حال حیض واقع شود او طلاق صحیح واقع نمیشه و ولقه زوجیت از بین نمیره و زوجیت سر جای خودش باقی هست. خانم مریم از کابل: اگر پسر و دختر نامزد باشد و از طریق گوشی با هم حرفهای تحریک کننده بگوید، بعد اگر پشیمان شود و توبه کند گناهش بخشیده می شود یا خیر؟ این صحبت هایی را که شما از پشت گوشی با نامزدتان داشتید و بین شما هنوز عقد محرمیت خوانده نشده بوده، خب معلومه که این نوع صحبت های تحریک آمیز و شهوت انگیز اینها حرام بوده برای شما. بله شما فعلا اگر از او کارتان پشیمان هستید، واقعا از ته دل توبه بکنید، خداوند تبارک و تعالی توبه شما را قبول میکنه انشاءالله. خانم تبسم از غزنی: اگر کسی نامزد باشد و عقد آنان نیز در غیابشان توسط وکیل طرفین خوانده شده باشد، عقدشان صحیح است و اشکال ندارد؟ و آیا با وجود خواندن عقد خواندن صیغه محرمیت هم لازم است یا خیر؟ همان عقدی که خوانده شده، عقد نکاح وقتی خوانده شد، خب محرمیت بین زن و شوهر ایجاد میشه و استمتاعات جنسی بین زن و شوهر جایز و حلال میشه. اونمو عقد عقد هست، حالا محرمیت و غیر محرمیت نداره. وقتی عقد خوانده شد محرمیت ایجاد میشه که گاهی وقتا به صورت دائم خوانده میشه و گاهی وقتا به صورت موقت و مدت دار خوانده میشه. در هر دو صورت وقتی عقد خوانده شد کفایت میکنه، نیاز به عقد دوم و نکاح جدید نیست. یک دفعه که نکاح خوانده شد کفایت میکنه. روح الله از پروان: من 2 همسر دارم. خانم بزرگترم بد اخلاقی می کند، هر چه می گویم زمینه همخوابی را فراهم نمی کند و می گوید من تو را نمی بخشم. آیا در این صورت تکلیف من چیست؟ تکلیف شما یه هست که باید عدالت را بین هر دو خانمتان رعایت کنید، هم در قسمت خوراک، هم در قسمت پوشاک، هم در قسمت اظهار محبت و دوستی با او دوتا. اینطور نشود که
از لحاظ خوراک و پوشاک به یک توجه داشته باشید، به دیگری توجه نداشته باشید یا کمتر توجه بکنید. همینطور در قسمتی که اگر اینها در دو خانه جداگانه زندگانی میکنه، اگر مثلا یک دو شبی در پیش این هستید، دو شبی دیگر پیش اون خانم دیگه تان باشید که از طرف شما کوتاهی نشه و عدالت به هم نخوره. و شوهر شما، خانم شما هم این حق ندارد که از هم بستر شدن و از آمیزش ممانعت و جلوگیری بکنه. این یک حق است که به گردن خانم هست و نباید خانم از این حق شوهر ممانعت بکنه و سر باز بزنه. حالا در صورت که اگر خانم شما از روی ناراحتی این کار رو میکنه و ممانعت میکنه، خب گرچه در این قسمت او نفقه که به گردن شوهر داره او نفقهشان ساقط میشه، چون خانومی که ناشیزه هست دیگر نفقهشان به گردن شوهر واجب نیست. حالا شما اگر باز هم نفقهشان را بدهید تا در مرور ایام و از اون ناراحتی پایین بیایه و ناراحتیشان برطرف شوه که زندگانی شما به هم نخوره، بهتر هست. آمنه رضایی از هرات: آیا تتو کردن ابرو برای زنان گناه دارد؟ لطفاً برایم معلومات دهید. نفس تتو کردن اشکال نداره. اگر زینت به حساب بیاید، نشان دادنش برای نامحرم از این جهت جایز نیست که خانم زینت خود را به نامحرم نشان بدهد. نکته دیگری که در این زمینه قابل تذکر اینه که اگر تتو زیر پوست باشه، مانع رسیدن آب نمیشه به بدن و وضو و غسل انسان هم در او صورت صحیح واقع میشه. اما اگر تتو روی پوست باشه، در این صورت چون جرم داره و مانع رسیدن آب به پوست بدن میشه، در موقع وضو و در موقع غسل حتما باید برطرف شوه تا غسل انسان و وضو انسان صحیح واقع شوه. از این جهت هم انشاءالله که مورد توجه و دقت این مسئله قرار بگیره. مسلم از پکتیا: حکم مرد که خانومش از مجامعت خودداری میکند چیست؟ خب خانومی که از مجامعت و مسئله آمیزش ممانعت میکنه، شرعاً به این خانوم ناشیزه گفته میشه و نفقه خانوم ناشیزه به گردن شوهر واجب نیست. اما در اینه که رای حل چی هست، باید چیکار بکنه که تا همین مشکلی که بین زن و شوهر پیش آمده یه برطرف شود، خداوند تبارک و تعالی در قرآن یک رای حل بیان نموده. و رای حلی هست که میگه یک حکم، یک نفر داور از خویشاوندان زن، از جانب زن خانواده زن باید انتخاب شود، یک داور و حکم دیگه از خانواده شوهر، او دوتا بین اونها بینشینه و مشکلات این زن و شوهر رو بررسی کنه، ببینه که مشکل از ناحیه کی هست، از ناحیه زن هست یا از ناحیه شوهر هست یا از ناحیه هر دو هست، تا از این طریق اما دوتا داوری که از خانواده این دوتا انتخاب میشه، این مشکل را به صورت مسالمت آمیز حل و فیصله بکند که کار به طلاق و اینجا نکشه.